باری بذار از داغ دستای تنها بگیره حرم گرما بستر من بذار با تو بسوزه جسم خلاستم ببینی آتش و خاکستر من تو ای تنها نیاز زنده مونده بکش دست نوازش بر سر من به تنخان پیرهنی رنگ محبت اگه خواستی بیای دیدن من اگه خواستی بیای دیدن من که من بی تو نه آوازم نه پایان تو این آواز روز بودن من نذار پایان این احساس شیری بشه بی تو غم فرسودن من بشه بی تو غم فرسودن من خب بازم این دختر نازنین خوشگل کیمیا جان عزیز کارگردان فنی برنامه ما رو بی هوا یه بر جلو دور بید دیگه ما با دوستانمون نداریم بله دیگه کیمیا بس وقتا آقا کیمیا جان یه بوغی بزن یه ندایی بده ما هم تو داریم با هم دیگه جر و بحث میکنیم تو ما رو بسیار زیبا یعنی اصلا این یکی از زیباترین ترانه هایی که من فکر میکنم من خیلی دوستش دارم خیلی و هر موقع هم که هر جایی که من بودم و معین اینو خونده من در چند تا عروسی دیدم که صاحب عروسی خانواده عروس یا دوماد معین رو دعوت کرده بودن و اینو خوند اصلا و عروس داماد با همین آهنگ رقصیدن. چه جالب برات بگم هدا جان باور کن دختر من رفته بودن پارسال برزیل و داشتن می آمدن به طرف لس آنجلس در ایرپورت نشسته بود بچه داشت هومورکاشو می کرد بعد یک گروه آمدن جلو همینطور به شوخی داشتن با هم صحبت می کردن دختر پسر فکر نمی کردن که دختر من مثلا ایرانی باشه داشتن می گفتن نگاه کنید وقت گیر آورده تو ایرپورت نشسته داره به فارسی گفتن آره داشتن فارسی به هم صحبت می کردن دوست منم هم دختر منم همونجا بلافاصله برگشت بهشون گفت سلام. اوخی. اینا یه دفعه گفتن ای تو ایرانی هستی گفت آره من ایرانیم چون تنها بودم اینجا کسی رو هم نمیشناختم ترجیح دادم بشینم مطالعه کنم. بعد نشستم اونجا اتفاقا این گروه هم همه پزشک بودن واقعا همه هم جوون چون اصل من عکسشون همه رو به من نشون داد واقعا. نشستم با هم صحبت کردن و از این در و از اون در و از اصل سوال شد و اینا اصل گفت پدر من چیکار میکنه چیکار نمیکنه لسنه من اصل پرسیدن در حقیقت اصل لسنه میشه که گفت بعد یکی از همین بچه ها یه پسر جوونه اتفاقا دندان پزشکم هستن از اصل پرسید گفت مگه تو دختر همانی هوشیار نژادی گفت آره تا اینو گفت ببین من اصلا عاشق این کار میلادم و تلفنشو برداشت و این کارو در تلفنش گذاشته بود یعنی مثل که از یوتیوب در آورده و رو تلفن گذاشته بود و تمام شعر رو برای اصل تو ایرپورت گذاشت و گفتم به همایون بعد گفتم اتفاقا یه دفعه معینم دیدم به معینم گفتم این مسئله رو گفتم ببین وقتی که بچه های جوان بچه بزرگ شده اینجا کارو میفهم حالا نه فقط واقعا میلاد نه واقعا هر کار زیبا هر کار قشنگی که وقتی که زیباست موندنیه بله میمونه بله. یعنی نسل به نسل میمونه مثل همین گلنراقی مراببوس بله. ببینین همینطور داره نسل به نسل داره میاد جلو و این کارا میمونه و موندگاره و چقدر از این بابت واقعا خوشحال شدیم ما مخصوصا دخترم چقدر خوشحال شده بود و من تبریکی دارم برای باز حسن شمایی‌زاده آهنگساز زبردست ما بله واقعا باعث افتخار ماست واقعا که یک همچین آهنگسازی رو
داریم واقعا. و معین عزیز که اجرای به این زیبایی بسیار با احساس و جای این داره که قدردانی هم بکنیم از آقای دیوید ویکتوری که ویدیوی بسیار زیبایی تهیه کردن. دیوید ویکتوری واقعا کارش بسیار شیکه و بسیار مطلب رو ادا میکنه. شما خط دارین خانم؟ تلویزیون عصر امروز بفرمایید. الو خانم هدا، خانم مشنجا. سلام. بله، سلام عزیز، سلام عزیز، بفرم. سلام. من بله ببخشید صدای تلویزیون کم کرد. که شما خوندین خیلی ناراحت شدم، برای اینکه من پاشاهرم پارسال مثل همین امروز تو ایران مرد. آخه فقط 64 سالشم بود. آخه خدا رحمت شد. ناراحت شدم، فقط خواستم با تو صحبت کرده باشم. انشالله که غم آخرتون باشه و خداوند بهتون صبر بده و در کنار عزیزانتون بتونین از زندگیتون واقعا لذت ببرین. کجا تشریف دارین؟ کجا تشریف شما دارین؟ کجا هستین؟ من سن‌حوزه هستم. سن‌حوزه. اگر گزارتون به تلویزیون اگر گزارتون به لس آنجلس افتاد تشریف بیارین و من این کارو به شما بدم. مرسی عزیزم، مرسی. مرسی. میخوان یه دونه همین ویدیوی معینو براتون بفرستیم؟ حتما حتما. پس گوشی خدمت گوشی خدمتتون باشه. من بگم که دوستمون نه دیگه. نه. میخوان یا نمیخواین؟ میخوان یا نمیخواین؟ میگن حالم بد میشه. حالتون بد؟ آ معذرت میخوام. به هر حال امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشه. من دیگه دو مرتبه حالم بدتر. آخه خدا رحمتتون صبر بده. خدا رحمتتون کنه. مرسی، تشکر. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خدا خب به هر حال زندگی است، یه روز خوبه یه روز بده. بله. من یه خانم دکتر هما محمودی، مامانشون خدا رحمتشون کنه، خیلی خانم نازنینی بودن، خانم دکتر جلیل محمودی که میشه مامان هما. من هر موقع ایشون رو میدیدم میگفتم که دیگه آخرای عمرشون هم یکم مریض احوال بودن. میگفتم خانم دکتر حالتون چطوره؟ میگفتن ما در زندگی دیگه، روزگار دیگه، یه روز خوبه یه روز بده، یعنی که تلخ و شیرین زندگی با همه دیگه. واقعا همینی که هست، آدم نمیتونه با سرنوشت بجنگه و عمر انسان ها هم دست خداست. امیدوارم که روحشون شاد باشه و در اون دنیا هم حتما افتخار میکنن از اینکه زن عاشق مثل شما دارن. بله. و اما بپردازیم به معروفترین داستانهای عاشقانه دنیا و جهان. بله. یکی از معروفترین که در ارتباط با یه همچین روزهایی واقعا مناسبت داره و درست شده و ساخته شده واقعا. بله. بله. هدو جان من میتونم از بهترین ها به نظر خودم اینجا معروفترین ها رومو و جولیتو اسم بیارم. بله. که اثر زیبای شکسپیره، ویلیام شکسپیر. بله. بله که داستان عشق دو جوان از دو طایفه دائم در حال جنگ و ستیز بودش و متاسفانه این دو بچه هیچ موقع نتونستن به هم برسن. در هر دوتاشون هم کشته شدن. بله. این داستان رومو و جولیت شکسپیر فیلم شد در سال 1968 فیلم شد و دوباره هم همین تا چند سال پیش هم فیلم شد که لئوناردو دیکاپریو داشت بازی میکرد. ولی این فیلم جدیدی که به اقتباس از رومو و جولیت شکسپیر ساختن اون حالت رو من اینم دیدم یا مدرنش کردن. من ندیدم اینو. یعنی رومو به جای اینکه شمشیر بکشه با اون مخالفینش به جنگه با تفنگ هم دیگه. اون زمان که اصلا تفنگی وجود نداشته. بله. من از این یکی خوشم نیومد، ولی اون قدیمیه رو که در سال 1968 ساخته شد من اون رو دیدم، چند بارم اینجا تو تلویزیون هم نشون دادن. بله. باز از معروفترین داستانهای زیبای عاشقانه جهان داستان دکتر ژیواگو هست، شاهکار بوریس پاسترناک که داستان عشق یک پزشک ثروتمند و نامدار روسی است که همسر و فرزندم داره و در بحبوحه انقلاب بلشویکی روسیه عاشق یک نرس میشه. این اثر هم فیلم شد، ازش فیلم ساختن، از این اثر جاودان بوریس پاسترناک که عمر شریف دیگه اوج جوانی و زیباییش بود. بله. جولی کریستین و جرالدین چاپلین در این فیلم بازی کردن. بله بله. خب سومی داستان برباد رفته شاهکار کازابلانکا رو نمیخواییم بگی؟ خب
بس شما بگین کازابلانکا رو. آه بگین دیگه بگین. نه شما بگین دیگه. چون من اینو گفتم. آه میخوای اونو بگم. بعد داستان کازابلانکاست اثر بازم زیبای جان آلیسون که در سال 1942 هم فیلم شد با شرکت هنری بوکارت و اینگرید برگمن. داستان برباد رفته من فکر میکنم یکی از زیباترین فیلم هایی که من دیدم و حتی کتابشو که خوندم این داستان برباد رفته بود. واقعا در زمان خودش بی نظیر بود. هدی جان شاید من بخوام بگم این فیلمو شاید چندین بار با اینکه کتابش هم خونده بودم ولی این فیلمو چندین بار من دیدم. حتی این اواخر باز ویدیوشو گرفتم نشستم دیدم. میدونی چند بارم تلویزیون نشون داد HBO شوتایم نشونش میده. بسیار فیلم قشنگی بودش برباد رفته. بازم یکی از شاهکارهای مارگارت میچل بود. بله. که این هم به صورت همین فیلم در اومد. بله. شاهکار مارگارت میچل بود که به صورت فیلم در اومد و کلارک گیبل و ویویان لی درش بازی کرد. و به جز اون داستانهای عشقی و تاریخی و دینی های بسیار زیادی وجود داشت، مثل داستان عشق ملکه کلوپاترا و ملکه زیبای مصر به سردار رومی. بله. و بعد داستان عشق حضرت سلیمان به ملکه سبا. بله. و بعد داستان عشق دلیله به سامسون. داستان عشق پادشاه کی بود؟ پادشاه ادوارد جورج وینزور پادشاه انگلیس که زن عاشق یک خانم بیوه آمریکایی شد به نام خانم سیمپسون، که حتی به خاطر عشق این بیوه چون دربار انگلیس اجازه نمیداد که پادشاه با یک زن بیوه ازدواج کنه، اونم غیر انگلیسی. معمولا اونا خیلی تعصب دارن نسبت به خودشون و دینشون و ملیتشون. این خانم دو تا عیب داشت از نظر دربار. نمبر 1 اینکه بیوه بود، نمبر 2 اینکه آمریکایی بود و انگلیسی نبود. لذا دربار و پارلمان مخالفت کرد با این ازدواج و پادشاه به خاطر عشق این خانم از سلطنت کنارگیری کرد و سلطنت رو داد به برادرش که این آقا، این پادشاه عموی همین ملکه الیزابت فعلیه. بله. و پادشاهی رو داد به برادرش که این برادر میشد پدر ملکه الیزابت، که بعد از اینکه ایشون فوت کردن سلطنت رسید به ملکه الیزابت. بله. هدی جان با اینکه به هر طریق شما یه ایرانی هستین، در ایران متولد شدیم، تا سن 18-19 سالگی در ایران بودم و بعد رفتم انگلیس، ولی به قدری زیبا راجع به تاریخ انگلیس صحبت میکنی که من دوست دارم فقط از زبون خودت بشنوم. قربونت برم الهی، لطف داری. با حالتی صحبت میکنی که انگار داری از ایران میگی، از تاریخ ایران میگی. میدونی قربونت برم، خیلی لذت میبرم. من خب یکی از واحدهایی که درسم بود، تو درسم خوندم، تاریخ بود. و دیگه از واحدهایی که تاریخ بعد ربط پیدا میکرد به تاریخ دراماتیک جهان. همین کتاب ها و نویسندگان و اینها، این واحد درسی من بود. تاریخ جزء درس هایی بود که من خیلی بهش علاقه من بودم. من حتی یادم حتی دبیرستانم که میرفتم، خدا رحمتشون کنه، یه دبیر تاریخ ما خانم مشیری بودن که کلاس هفتم و هشتم و نهم. اسمم یادته. بله. ماشاءالله. خانم مشیری. بله. خانم مشیری یادمه. بله. من اینقدر نازنین بودن. من نه مموری خیلی خوبی داری قربونت برم. مرسی. خوب مرسی. مرسی عزیزم. و این خانم مشیری معذرت میخوام، ایشون دبیر تاریخ ما بود که من کلاس هفتم و هشتم و نهم، خانم مشیری دبیرمون بود در مدرسه رضا شاه کبیر. و وقتی که به سال درس تاریخ میشد، خانم مشیری فقط میشستن و یه دور فقط درس رو میخوندن، فقط کتاب رو میخوندن، بعد صدا میکردن میگفتن که هدا بیا اینجا این درس رو تفسیر کن، تعریف کن. و من میرفتم اونجا این درس رو مثل اینکه یک نمایش پیوسی رو دارم اجرا میکنم و این رو من نظرم درست بود در ارتباط با بیان علاقه دارم علاقه داشتم به تاریخ. بله. و الانم بیشتر استادی من، خودت میدونی. بله. بیشتر استادی من و بیشتر تحقیقی که الان دارم میکنم، حالا اگر عمری کفاف بده به صورت تألیف چاپ خواهم کرد، تاریخ معاصر ایرانه. سرای. در رابطه با باز جهان غرب، تاریخ از قاجار به این ور. بلکل. و اصلا شما نمیدین من به چه داستانهایی دارم برمیخورم در تاریخ، به چه
وقایعی دارم برمیخورم و همینطوره. به همین دلیل داستانات همه قشنگه. قربونت برم. لطف داری. واقعا چون هر سه تا کتابی تو خوندم واقعا یکی از یکی قشنگتر و زیباتر. قربونت برم. هدو جان قبل... تو از ما تعریف نکنی که تعریف. من خواهش میکنم. هدو جان قبل از اینکه ما بپردازیم به داستانهای ایران و شعرهای ایران و اینا در ارتباط با همین روز عشاق، من از کیمیای عزیز خواهش